اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الغيرة من الإيمان. بحث ما در گذشته در باب غیرت بود و بالاخره کشیده شد بحث تربیت. جهتش هم این بود که عرض کردم غیرت نشأت گرفته از محبت است و این اقتضا می‌کند که انسان در محیط‌هایی را که مسئله محبت مطرح است در کنارش غیرت باشد و بعد هم مسئله تربیت که نشأت از غیرت میگیرد. و عرض کردم اولین محیط و مؤثرترین محیطی که انسان در او ساخته میشود محیط خانوادگی است و نقش پدر و مادر بر روی فرزند است و که اینها کمال تأثیر رو دارن. و بعد هم جلسه گذشته غیرت رو از دیدگاه و مباحث اخلاقی معنا کردم که اینطور تربیت رو میگوین: آموزش دادن، آموزش رفتاری و گفتاری. خب به مناسبت روایتی رو از پیغمبر اکرم مطرح کردم، من این رو فقط تذکر میدم برای کسانی را که فرض کنید مباحث رو تعقیب میکنن. روایتی را که جلسه گذشته من مطرح کردم روایتی بود از پیغمبر اکرم که عبدالله ابن عباس این رو نقل کرده بود و این روایت من از وسائل نقل کردم، ابواب احکام عشرت باب 11. در اونجا حدیث 4 که قیل یا رسول الله ایل جلساء خیر قال من تذکر کم الله به رؤیته و یزید فی علمکم منطقه و یرقبکم فی الآخرت عمله. این روایت در بهار هست، اما اونجا از جابر ابن عبدالله انصاری نقل میکنند. البته در چند جلد بهار این هست، من اینو بگم که اهل ترغیب دقت کنند پای من رو. در جلد 74 بهار در اون باب مایم بقیه مجالستش و مصادقتش از جابر ابن عبدالله انصاری از پیغمبر اکرم نقل میکنند به این نفر. حدیث 18 در اونجا دارد که پیغمبر اکرم فرمود و قال الحواریون لعیسی لمن نجالس. حواریون به حضرت عیسی عرض کردن با چه کسی ما مجالست، یعنی رابطه تنگاتنگ داشته باشیم. فقال من یذکرکم الله رؤیته و یرغبکم فی الآخرت عمله و یزید فی منطقه کم علمه. جلد 74 هم نقم کنه، آمم نقم کنه کنزل امال. اگه مراجعه کنه 4 جایی اونجا به ذهن من بود، 3-4 بود آمه و خاصه نقم کنه. من غرضم این بود، تکیه نبودین چیزهای مختلف. حالا اونی که از حالا تقدم و تأخر اینا مدخلی نداره، اساس کار 3 چیز رو در این روایت من عرض کردم. هست مسئله دیداری، شنیداری، گفتاری به اصطلاح ما و کرداری. خدمت تو عرض شد که
دیداری و شنیداری و به تعبیر ما کرداری هر سه رو مطرح میکنه. ما در بحث تربیت اولا ما رابطه تنگاتنگ تر به طور غالب از رابطه پدر و مادر با فرزند نداریم. من کلاسیک در من بحث میکنم دیگه، ظاهرا قابل انکار نیست این که عرض کردم. دوم، این رابطه تنگاتنگ هم در یک مقطع زمانی خاص است که در اون مقطع زمانی خاص اصطلاح طفل از نظر روحش اصل پذیریش هم سریع تر که من گفتنم قبلا هم گفتم و عمیق تر. سوم که بحث این جلسه من، یه مسئله در باب تربیت مطرحه و اون که این روایات هم گویای همون هست، با اون که حالا یه مقدار جنبه های طلبگی پیدا میکنه باش، با این که آیا تربیت از عناوین قصدی است؟ ولی این توضیح میدم ازت، تربیت از عناوین قصدی است، یعنی قصد نیت در او مدخلیت داره تا تحقق پیدا کنه یا نه. خوب حرف من گوش کن. ما از سنخ از امور داریم که اینها تحققش در خارج، تا نیت نکنی تحقق پیدا نمی‌کنه. مثل عبادات، نماز رو تا نیت نکنی درسته این نماز نیست، درسته نه؟ دولا راست شدن و ملاق زدن چی تغییر کنم نمیگه نماز وقتی آقایی میومدن نمیدونم چی میگفتن راجع به فلسفه عبادات، خیلی وقتی ما این دوران هم طی کردیم فلسفه عبادات راجع به نماز میگفتن ورزش صبحگاهی شبانگاهی اینقدر پرتن اجنبی هم از مهارت فرزم اون روزه تا نیت نکنی ها روزه تحقق پیدا چیه؟ میگیم اینا چی اموری هستن که نیت و قصد در تحقق اونها مدخلیت داره، از اون میگیم از عناوین قصدی هستن و حتی نیت رکن اوناست. نیت رکن نمازه، نیت رکن روز است. اما یه سنخ امور هستن که اینها نیت در اونها نقشی نداره، چه نیت بکنی چه نیت نکنی چه دعوا پیدا میکنی. و او مسئله آموزش است. آموزش این از عنوان قصدیه نیست. یعنی چی؟ مربی که ما میگیم مربی میخواد قصد تربیت داشته باشه یا چی نداشته باشه. دسته شما در این روایات که من خوندم که بود که رابطه تنگاتنگ با کی داشته باشم، سه تا ها خصوصیت بود. یکی دیداریست، درسته، شنیداریست، بعدم مسئله چیه؟ هم گفتاریش و مسئله رفتاری و کرداریش میشه، درسته؟ اصلا کاری نداره به اینکه نیت بکنه نکنه، یعنی با یک کسی رابطه تنگاتنگ پیدا کن که پیکرش رو ببینی
این اثر داشته باشه. حالا اون میخواد پیکرنش رو ساخته باشه که این اثر رو داشته باشه، اراده کرده باشه، قصد کرده باشه، نیت کرده باشه یا نکرده باشه. چرا؟ چون تربیت از عناوین قصدیه نیست و قصدم درش دخالت نداره. بخواهی یا نخواه، حرف که میزنه حالا میخواد قصد بکنه نکنه، گوش میکنه یه همچین اثری داشته باشه، عملی رو انجام میده. دیدید که روایت هم این روایتی که من مطرح کردم برای این بود مخصوصا میگم، و اون ایست که ما داریم در روایات میدونم، حالا مخصوصا بگم هم معنا رو، که نفس رابطه رو مطرح میکنه، نفس مواجهه به تعبیر من، مواجهه با او آموزش است. اصلا این روایتی است از امام زین العابدین علیه السلام، فرماید مجالست الصالحین داعیت الی الصلاح. همین رابطه و چی؟ مواجهه با شایستگان، گوش میکنید، انسان را به سوی شایستگی میکشاند. بخواهی یا چی؟ نخواه. اون صالح مثلا شخص شایسته اراده کرده باشد یا اراده چی؟ نکرده باشد. این رو بگم صفت من چون بحثم تربیت، اینی که تربیت میگیم آموزش دادن است، یعنی روش، گوش کنید، روش به اصطلاح رفتاری و گفتاری دادن است. میگیم چون من معنا کردم دیگه، روش رفتاری گفتاری دادن. حالا این که میخواد روش بده باید اراده کرده باشه این رو، روش دادن را، یا نه جوابش چی لازم نیست. این لازم نیست. لذا میبینیم در اصطلاح قرآنی ما این رو تحت یه عنوان مطرح میکنه، هم راجع به پیغمبر داریم ما، هم راجع به حضرت ابراهیم، هر دو تا داریم که این هم خیلی هم تو دهناتون میگرده. و اون این هست به این که این اسوه میشه، تعبیر به اسوه میکنن، این داره روش میده. حالا میخواد قصد بکنه روش دادن یا روش قصد ها هیکلش داجه کنیم. در بار پیغمبر میگه لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه لمن کان یرجو الله والیوم الاخر وذکر الله کثیرا. در باب حضرت ابراهیم قد کانت لکم اسوه حسنه فی ابراهیم والذین معه. در اونجا داجه کنیم، این اونجا اینه. البته اسوه به تو لغت به معنای مقتدا پیشبانم چی، ما حالا نمیخوایم روی این عناوین. هر محیطی که انسان، خوب دقت کن، در اون محیط ساخته میشه، توجه کنی، اونجا برای خودش یک اسوه دارد. محیط خانوادگی پدر اسوه است، مادر اسوه است، می‌فهمی؟ اینا اسوه هستن. خیلی هم خوب اینجا خوب جا میفته. چرا؟ چون برای اینکه هنوز فرزند به قول ما به اون حدی نرسیده است که استقلال پیدا بکنه به اون نه. توجه کن چه عرض کردم، تحت چیه؟ تحت تکفل و چیز اون هست.
پدر باید اسوه حسنه باشد، مادر باید اسوه حسنه باشد. شب بریزیم توی این قالب، قالب قرآنی. در چند رابطه ها؟ در سه رابطه. خوب دقت کن، حالا میرم سراغ بحث. هم دیداریش، هم شنیداریش به گفتاریش، و هم چی؟ کرداریش. این باید اسوه حسنه باشه. صحبت قصدم اینجا مطرح نیست. یعنی چی؟ حالا من چون اینو جلسه گذاشتم بهش اشاره کردم، حالا میام در باب پیکرش گفتم جلسه گذاشتم. یعنی فرزن وقتی پیکره پدر را میبیند که داره الگو میگیره ازش، درست الگو گیریش، این پدر بخواهد یا نخواهد داره آموزش میده بچه‌ش رو. مادر باید چی باشد؟ اسوه حسنه باشد. هم پیکرش یا کنه خودش، هنوز به تبعاتش من نرسیدم، خودش. بعد میریم سراغ چی؟ سراغ تبعات. به این معنا توجه کن، هم خودش و هم پوششش، که نزدیکترین تبع است برای اون. قبول دارید دیگه ها؟ اینجور نیستش به این که لخت و عور باشن که، ها؟ مثل حیوانات بیابونی که نیستن که، اینا که ها؟ تبعات دارن دیگه. چه پوشش خودشون، چه پوششی که به فرزندشون میدن. خوب دقت کن رو. حالا میریم سراغ خودش. پوششی را که فرض کنید پدر دارد، شو بخواهد یا نخواهد داره آموزش میده به فرزندش با این پوششش. پوششی که مادر دارد، چه بخواهد و چه نخواهد، داره آموزش میده با این، از طریق چی؟ دیداری. چه نیت بکنین نیت نکنین، اینجا خبری ها نیست. این آموزش به تعبیر من دارد حیا میدهد، عفاف میدهد، پاکدامنی میدهد به فرزندش، شو یا سرکوب کردن حیا در درون او، که من جلسه آینده این بحثی میکنم اصلا یه بس مستقل، چون از فطریات حیا من بحث میکنم، از فطریات انسان. آیا دارد شکوفا می کند حیا را در درون فرزند، یا چی؟ یا دارد این فطرت رو در درونش سرکوب می کند؟ کدوم یکی رو داری کنی تو؟ صحبت این که اراده کردی نکردی، قصد کردی نیت کردی، اینا نیست. هیکل تو اینجوری اینو پوشیدی، این پوشش توست، بخوای یا نخوای داره آموزش میدی به بچه، چه پدر چه مادر، نزدیکترین تبعاتش من. یکی پیکرت، بعد از اون چیز را که به پیکرت به اصطلاح چیز کردی پوشوندی، اون داره آموزش میده این بچه. اینی که ما در باب تربیت اینا رو که مطرح کردن دقت کنی، حساب شده دقیق، تمام همسوس با اون چرا که در نهاد هر انسانی خداوند به ودیعه گذاشته است. پیکرت باید یه جوری باشد که اون چرا که خدا در نهاد این قرار داده است او را شکوفا کنی، نه سرکوب کنی. مؤید این روایاتی که ما داشتیم میخواستم نرس کنم که این سخصر و این سخصیت رو اینها نقش اساسی دارد برای تربیت فرزند. اینو بهتون میگم. حالا تو بریم غیرش، من اومدم شراب برزند.
نقش زیربنایی دارند. گوش کنید، یعنی جنبه های دیداریش، شنیداریش و چی؟ رفتاری پدر و مادر. که اینها باید چی باشن؟ اینها اسوه حسنه برای فرزند باشن، که من تعبیر کردم در جلسه گذشته از پیکرشون که گفتم به یاد خدا یا شیطان میاندازی تو. توجه کنید، میگم که نسبت به تبعاتتون هم که برسیم، درسته؟ این پیکره رو چگونه بهش پوشش دادیم؟ اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار.